آیا شما هم گاهی یاد فراموشی یا مشکلات یادگیری داشتین؟ امروز چند راه براتون پیشنهاد میکنم که با استفاده از او میتونین حافظه‌تان قوی بسازین. اول کوشش کنین موضوعات با حافظه بسپارین و دوباره به کسایی که در اطرافتان است بیان بکنین. دوم تکرار کنین. یک موضوعی را که میخوانین بارها و بارها، یعنی به شکل مداوم تکرار کنین. تکرار موضوع باعث میشه که حافظه شما قوی شوه و هم چیزی را که یاد میگیرین بر مدت زیاد در حافظه شما بانه. سوم با کسایی که دوستشان دارین کوشش کنین صحبت کنین. این باعث میشه که خوبتر وجودتان ابراز بکنین و حافظه‌تان قوی شوه. کوشش کنین عزیزا ورزش داشته باشین. ورزش سطح یادگیری رو در شما زیاد میسازه و حافظه شما رو قوی میسازه. در پالیزی عزیزا وقتی که یک کار دماغی یا فعالیت حافظوی می داشته باشین شیرنی بابک استفاده کنین. زیاد نی، البته افراط نباید بکنین. مخصوصا ککوهایی که طعم تلخ دارن به شما کمک میکنن که فعالیت های حافظوی تان خوب انجام بتین و به خوبی به حافظه بسپارین و یاد بگیرین. در پالیزی عزیزا مهارت های نو یاد بگیرین. اینا باعث میشه که ذهن شما به چالش کشیده شه و خوبتر یاد بگیره. همچنان میتونین که تغذیه سالم داشته باشین، ورزش بکنین، ارتباطات اجتماعی خوب داشته باشین و کوشش کنین که در فضای سالم هم مطالعه و یادگیری داشته باشین. چرا اگر فضا مثلا سر و صدا می باشه، نور زیاد می باشه یا کم می باشه، اینا هم بر پروسه یادگیری ما و به خاطر سپاری یا به حافظه سپاری موضوعات میتونه تاثیر منفی داشته باشه.